به نام خدا، سلام به همه. درس امروز ما و شما والوم یا حجم ها و کپاسیتی یا ظرفیت های ریه می باشه. قبل از اینکه وارد بحث والوم یا حجم ها بشیم، یک عنوان به شما توضیح مختصره بدم به نام PFT یا پولمونری فانکشن تست، تست های ارزیابی وظایف ریه. معمولا که وظایف کلیه، کبد، قلب و سایر اعضای بدن انسان با تکنیک های مختلف قابل بررسیه، سلامت ریه ها هم توسط تست های به نام PFT یا پولمونری فانکشن تست ارزیابی میشه. وسیله‌ای که میتونه وظایف ریه را ارزیابی کنه اسپایرومتر نام داره و عملیه‌ای که میتونه توسط از او حجم ها و ظرفیت های ریه اندازه‌گیریش عملی اسپایرومتری نام داره. در عملی اسپایرومتری ما میتونیم ظرفیت هوای ششهار در اوقات مختلف و اشکال مختلف تعیین کنیم. برای آسان شدن مفهوم اندازه‌گیری حجم و ظرفیت های ریه، کل هوای داخل ریه به دو بخش تقسیم کردم. اول لنگ والیومز یا حجم های ریه، دو لنگ کپاسیتیز یا ظرفیت های ریه. این دو تا از نگاه تکنیکی، یک چیز فقط از نگاه کاربرد متفاوته. لنگ والیوم یا حجم های ریه مقداری از هوایی که میتونه مریض اونا با اثر خواهش یا دستور ما انجام ده، مثلا با شهیق جبری یا با زفیر جبری یا با تنفس آرام. اما لنگ کپاسیتی از حاصل جمع چند تا لنگ والیوم چکار میشه به دست میایه. شما به این شکل میبینین که این خانم یک تکنیشین دستگاه اسپایرومتریه و این مردم کسی که آمده تستای وظایف ریه انجام ده. معمولا بعد از یک مجرا، یعنی از دهن تنفس صورت بگیره، بینی توسط یک کلیپ قید میشه و مریض امو پروب به اصطلاح اسپایرومتری داخل دهن خود داخل میکنه و طبق دستور تکنیشین هوار یا با زور خارج میکنه از ریه، یا با زور نفس میکشه یا آروم نفس میکنه. نتایج اینجاگاه ثبت میشه و حجم و ظرفیت های ریه به دست میآید. اول خود شما از حجم های ریه یا از لنگ والیوم صحبت میکنیم، بعد میرسیم به بحث دیگه. لنگ والیوم یا حجم های ریه مقدار هوایی که خود شخص میتونه اونار چکار کنه؟ تنفس کنه. اما لنگ کپاسیتی باز برو کاغذ محاسبه میشه و برو مریض قابل تطبیق نیه. حجم های ریه 4 تا حجم هم. اول حجم جاری یا مخففی و هست TV یا تایدل والیوم. اینا رو هم فارسی هم انگلیسی هم مخفف هم عدد هم تعریفی رو حفظ کنیم که 100% مهمه. حجم جاری یا تایدل والیوم یا TV حجم هوایی که با هر حرکت طبیعی و آرام تنفس ما به ریه داخل میشه یا از ریه خارج میشه. این حجم 500 میلی لیتر یا نیم لیتر یا 500 سی سیه. این عمق طبیعی و نرمال تنفس نشون میده، مقدار هوایی که در جریان تنفس آرام و طبیعی با هر حرکت از ریه ها داخل و خارج میشه. بعدی هست IRV یا Inspiratory Reserve Volume یا همون حجم ذخیروی شهیقی. این حجم حجمیه که بعد از یک حرکت آرام شهیقی، یک شهیق آرام، بعد از او یک حرکت قوی و جبری شهیقی یا همون فورس انسپایریشن به ریه ها داخل میشه. یعنی به مریض خواهش میکنین که آرام نفس کشه. دو سه بار که آرام نفس کشید، یک بار یک نفس عمیق بگیره. مجموعه یک تنفس آرام و طبیعی و یک شهیق جبری برد از او IRV که در حالت نرمال 3000 میلی لیتر می باشه یا 3 لیتر می باشه. ERV یا Expiratory Reserve Volume حجم ذخیره زفیری، این مقدار هوایی که بعد از اینکه مریض یک زفیر آرام یا اکسپایرشن آرام انجام داد، از او خواهش میکنه که یک بار به زور تمام هوای ریه خارج کنه. یعنی یک زفیر زورکی انجام ده و تمام هوای ریه خارج کنه. آن مقدار هوایی که بعد از یک زفیر آرام و به تعقیب از او یک زفیر جبری از ریه ها بیرون میشه به نام حجم به اصطلاح ذخیروی زفیری یاد میشه و 1100 میلی لیتر نرمال از اونه. رزیجوال والیوم یا حجم باقی مانده یا RV عبارت از حجم هواییه که بعد از یک زفیر زورکی بازم در ریه ها باقی میمونه. یعنی شما هر قدر زفیر جبری انجام دیم و 1100 میلی لیتر هوا رو از ریه خارج کنیم، بازم بعد از اون زفیر جبری شما اندازه 1200 میلی لیتر، یعنی 1.2 لیتر هوا در ریه ها باقی میمونه. حتی با زفیر جبری اگه زفیر آروم انجام دیم که بیخی هوا بیشتر میمونه، این مقدارم باقی میمونه. بعد از یک زفیر جبری بازم 1200 میلی لیتر هوا در ریه باقی میمونه که طبیعیه. اگر از این بیشتر باقی بمونه، باز
غیر نرماله. حالا اگه به لنگ کپاسیتی یا ظرفیت های ریه میایم، ظرفیت های ریه باز از حاصل جمع دو یا چند حجم ریه به دست میایم. چهار تا ظرفیت هم داریم. اول وی سی یا وایتل کپاسیتی، این مقدار هواییه که بعد از یک شعیق جبری به وسیله یک زفیر جبری از ریه بیرون میشه. اول یک شعیق جبری، باز یک زفیر جبری. خب بیایم حساب کنیم. خود شما به شکل اصالت قبلی دیدین که شعیق جبری به اندازه 3000 میلی لیتر هوا وارد ریه میکنه، زفیر جبری به اندازه 1100 میلی لیتر هوا از ریه خارج میکنه، 500 میلی لیتر که حجم جاریه که بعد تعقیب هر تنفس نرمال وارد ریه میشه. پس وایتال کپاسیتی حاصل جمع تایدال والیوم یعنی 500 میلی لیتر ای میشه، جمع انسپایرتوری رزرو والیوم که 3000 میلی لیتر ای میشه، جمع اکسپایرتوری رزرو والیوم که حدود به اصطلاح 1100 میلی لیتر ای میشه. اینا رو اگه شما با هم دیگه جمع کنیم حدوداً 4600 به اصطلاح میلی لیتر یا 4.6 لیتر میشه. انسپایرتوری کپاسیتی یا آی سی، این مقدار هوایی که بعد از که با یک شعیق آرام بعد از یک شعیق جبری وارد ریه میشه. شعیق آرام خامو تایدل والیوم 500، شعیق جبری هم که پیشتر دیدیم 3000 به اصطلاح میلی لیتر بوده. پس آی سی یا انسپایرتوری کپاسیتی یا ظرفیت شعیقی 3500 میلی لیتر می باشه. بعد از او داریم اف آر سی یا فانکشنال رزیدوال کپاسیتی، حجم باقی مانده وظیفوی، این مقدار هوایی که بعد از یک حرکت آرام و طبیعی زفیر در ریه باقی میمونه. بعد از یک حرکت آرام و طبیعی زفیر در ریه ها باقی میمونه. ای از حاصل جمع اکسپایرتوری رزرو والیوم و رزیدوال والیوم به دست میاد. شما اگر زفیر زورکی انجام دیم میتونیم 1100 میلی لیتر هوا را از ریه خارج کنیم، اما اگر زفیر آرام انجام دیم اون 1100 هم خارج نمیشه. 1200 که هر رقم شما زفیر جبری انجام دیم در ریه باقی میمونه. 1200 اگه زفیر جبری انجام دیم 1100 میلی ای آر وی خارج میشه، ولی اگه انجام ندیم ای هم در ریه ها باقی میمونه. پس بعد از یک زفیر آرام و طبیعی در ریه های ما شما تقریبا 2300 میلی لیتر هوا باقی میمونه. حالا اگه زفیر خود جبری کنیم این 1100 کم میشه، ولی 1200 حتما در ریه ها باقی میمونه. حجم هوایی که بعد از یک زفیر آرام در ریه باقی میمونه اف آر سی نام داره که از حاصل جمع این دو تا به دست میایه و 2300 میلی لیتر میشه. و تی ال سی یا توتال لنگ کپاسیتی، از حاصل جمع همه حجمای ریه به دست میایه، حاصل جمع رزیدوال والوم و وایتال کپاسیتی که 4600 شما جمع 2300 میکنیم، 5000 و تقریبا 900 میلی لیتر هوا یا 6900 میلی لیتر هوا در ریه ها حجم مجموعی میباشه. عنوان دیگه داریم به نام RMV یا Respiratory Minute Volume یا حجم دقیقوی تنفسی. این دیگه زمان هم قید میشه، این مقدار هواییه که با تنفس آرام و طبیعی به مدت یک دقیقه در ریه تعبیه میشه. تایدل والیوم مقدار هوایی بود که با یک تنفس آرام و طبیعی وارد میشد، 500 میلی لیتر بود. زمان اگه قید کنیم، اگه بگیم مقدار حجم هوایی که با یک تنفس آرام و طبیعی به یک دقیقه به ریه تعبیه میشه، میشه Respiratory Minute Volume که از حاصل ضرب Tidal Volume یا اون 500 ضرب Respiratory Rate یعنی سرعت تنفس فی دقیقه به دست میایی. به طور مثال شما اگه Tidal Volume رو بیاییم در نظر بگیریم که حدود 500 میلی لیتر باشه، سرعت تنفس یک فرد را هم نرمال در نظر بگیریم 12 بار در دقیقه باشه، 500 ضرب 12 میشه 6000 میلی لیتر یا به عبارت دیگه 6 لیتر. پس Respiratory Minute Volume در حالت نرمال که 12 بار در دقیقه تنفس کنیم و هر بار هم 500 میلی لیتر هوا به ریه تعبیه شه 6 لیتر میشه. اگه سرعت تنفس بالا بره خب طبیعتاً که این Respiratory Minute Volume زیاد میشه، یا اگر حجم تایدل یا تایدل والیوم کم بشه باز این کاهش پیدا میکنه. پس حد حاصل ضرب تایدل والیوم ضرب تعداد تنفس در دقیقه به دست میایه. تعداد تنفس نرمال در دقیقه از 12 بار تا 18 بار الی 20 بار در دقیقه نرماله، از 12 بار کمتر کاهشه و از 20 بار بیشتر افزایش سرعت گفته میشه. در حالت هایی که مریض میگم ببخشیم انسان ورزش میکنه، هایپرونتیلیشن یا مو فرط تهویه یا افزایش سرعت تهویه داره و هیجانی، امکان داره که این Respiratory Minute Volume افزایش پیدا کنه.
و MBC یا Maximum Breathing Capacity ظرفیت تنفسی اعظمی این مقدار هواییه که با تنفسهای عمیق و سری در مدت چند دقیقه یک دقیقه از ریه ها بیرون میشه یا به ریه ها داخل میشه. معمولا در مردها 150 تا 170 لیتر هوا میتونه در یک دقیقه به ریه ها داخل و خارج شه و در خانم ها کمتر، به یک دقیقه میتونه 80 تا 100 لیتر هوا، در صورت که از اون حد اعظمی بگیم دیگه، بارد نرمال امکان داره ما و شما از یک سوم از یه استفاده نکنیم، ولی در صورتی که ریه ها سالم باشه ظرفیت اعظمی از اونا برای تبادل هوا در یک دقیقه در مردها تا 170 و در زنها تا 100 لیتر می باشه، به خاطر تفاوت ها در کتله و فعالیت های فیزیکی که آقایان به خانم ها دارن. خب سوال آخر راجع به حجم و ظرفیت های ریه باز مطرح کنیم، حتما به اونا پاسخ داده میشه، اعداد و ارقام را حتما یاد بگیریم، اینا مهمه و از شما پرسان میشه. درس آخر مطالعه داشته باشیم و برای حل مشکل هم سوال آخر در پورتال مطرح کنین. موفق باشین، خدا نگهدار.